بابا. بله خودم هم. الان ها؟ الان برای سرکشی میام. چی شده؟ باز مجید گندش درم بود. باز چی شده؟ کی بود تلفن میزن؟ هیچی، از کارخونه تلفن زدن جنس تازه اومده، میریم برای سرکشی و دعوا. و چی چی؟ یعنی اگه جنساشون ناجور بود دعوا کنیم. دعوا کنیم. آخه باید مواظب شما باشیم. بله. آفرین به شما پسرهای سمتان. برید پس خلی. بله خودم. گز بفرم. آخه نوکرتم تو چقدر دعوا میکنی؟ قربونت برم، همش واسه خاطر تو بود. سلام. علیکه سلام. ببینم مجیدی کی ریختی کرده. بارگه مجیدی کی ریختی کرده. آه نه دیگه، با خود در این داشتش اومدم با خود در. چه غلط ول کن داداشون، دعوا دیگه تموم شده. کسی نباید به خونه باده ما تا این کونه فامیلیه. نه لا اله الا الله، گمونم یه بزن بزنه دیگه داره درست میشه سوز سنجون. چه بلشون کن باب، بگی بشین بیرم ول کن داشت کتایی بخورم. چی؟ عوض کردم یه خود بزنمه. تب بابا پا میره والا. باره جونم بز راحت میشه. تو نمیره داشم شوخی نمیکنه، میخواد یه خود بزنه. آره والا ببینم دوست داشتی 22 تا انگشت داشت و 200 تا چشم، اون وقت خدا همه اینا رو ازت میگرفت و منم یه خود میزدمت. چمشی راست راستی که خیلی رو داره جونم. بزن بزن ببینم چه جوری میزنی. بزن بفرما. جرأت داری یک دیگه هم بزن. بفرما یک دیگه. بفرما. خیلی پری پر خودی داشت. یعنی میخوای با چی طرفی؟ میکشم به داش من، به داش من چه بری کنم، بری کنم. میدونو خالی کن اون طوره من میزنی. بگی پوزت های عجب نزایی میکنم. بگ ناکس رخصت مرد میخوام بیاد بیدون مرداش بیا به اخ از عقب ناکس معرفت بی هوا میزنی. این یه گوزمن الناز، گوزمن الناز دومی رو بگیرید. اینم یکی دیگه با بیچ بی بارا بالا. بس نمیم منو، بس نمیم منو. بیا بارا اخ 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 بیخ تپا و لغت کرده ناکس. بلش من پاستش کن به من، پاستش کن به من. برین کرا خواهد آیی تو ببینم ناکس ناکس بی شورها زنده تون نمیذارم. بی روها بی بوتا. به شما میگم پسرهای سمدخان، شما هیچ عقل پیدا نمی کنی. پس چی میخوای دادم بشی؟ چقدر تو این شلشگیری در بیاری؟ چقدر؟ بابا بابا جون ما از جوانی راشی به خودم هم خواهیم اونا رو زبا کنیم. بله پاپا جان، تازه یه کتکی مفصلا خوردیم. برای اینکه به حیثیت شما لطمه نخوره این کارو کردیم. راست بگی؟ خدا شاهده خیلی خوبه. باور کنیم به سرش قسم، یعنی به سر مجید خان قسم، ما برای حفظ آبروی شما دعوا کردیم. باری کلا به تو. مرسی. آفرین به این خاک بر فرق تو پسره احمق کچل بیمون. یک بلایی به سر بیارم که تمام مرغان هوا به حال تو بیچاره آیلاف سوزی بخونم. فسخلی بری خود بودو دویدم جز بفرمی کربان. آهای فسخلی بیا ببینم همه رو از تو ماشین بذار بیرون. به به چه به موقع. سلام آهی. سلام، باز چی شده؟ هیچ، مثل همیشه لشبازی و ولگردی. خب چیکار کردی عزیزم؟ تهرون بهت خوش گذشت؟ خیلی عزیزم، جای تو خالی بود. تهرون به من خیلی خوش گذشت. دخترها رو هم دیدم، مثل سه تا دسته گل دیدم. من که ازشون خیلی خوشم اومد. پس پسندیدیشو ها؟ 100%. خب تو خسته ای عزیزم، برو استراحت. خیلی خوب. دیگه لشبازی تموم شد. چی شده؟ باید با این دخترها ازدواج کنی. کی؟ کدوم دختر پاپا؟ با دخترهای دوست من آقای انسان دوست. پاپا من متاسفم. نفهمیدم چی گفتی؟
عرض کردم که متاسفم. اگر ازدواج نکنی کچل از ارث محرومت میکنم. من دیگه از ولگردی های تو خسته شدم. باید این کارو بکنی، فهمیدی؟ بابا آخه آخه و کوف دیگه هم حرف نزن. فیزخلی! بله قربان. جس بفرمایید قربان. گوش کن. بله فورا ماشین حاضر کن. کدوم ماشین قربان؟ کادیلا کنم، شبلتو نم، پورتیاگو. چشم قربان. اصلا ماشین بخوام با درشگه میرم. یه تلگراف هم به تهرون بزن، با آقای انسان دوست بگو ما فردا بیاییم. اتحاد میشه. کچر. من نفهمم. شما ها پا به پای من لش بازی میکنین، اما پاپا پوششو به من میده. آخه ما جادو کردیم. تو دیگه شورشو در آوردی بابا. همش گردش، همش تفریح. جلوشو بگیر، جلوشو بگیر. تفلکی تو چه نه تفریح داری نه گردش. شوخ شوخ جدی شد، حالا تکلیف من چیه؟ هیچی تکلیفی نداری، یه دختر خوشگل بازت گیر آوردن، بپر بگی باش عروسی کن. چی چی رو بپر بگیرش؟ مگه گرمه است؟ واش اون وقت جواب سوسن رو که میده؟ اگه بفهم من ازدواج کردم پوست از کلم میکنه وای تو هم که کشتی ما رو با اون کله گره. وقتی فهمید کار از کار گذاشته اون وقت راضی میشه. نه نمیخوام اینطور بشه، من سوسن رو دوست دارم. فعلا که چاره اینی، برو بهش بگو بابا میخواد منو بفرسته تهران دنبال یه کاری، تا بعد ببینیم چی میشه. مجبورم برم، یه کاریست مربوط به پاپا. خلاصه ما حرفی نریم، اما بهت بگم اگه بخوای به ما کلک بزنی، به خدا به چین و ماچینم که فرار کنی بازم جیرت میارم. نه قربونت برم، چه کلکی؟ اولا ما سوسکتی، دوما الان بهترین وقته که تو این مسافرت جریان خودم و خودتو به پاپا بگم. راست بگی. بگم که دوستش دارم و میخوام بگیرمش. جون من. جون تو خدا تو سلمان. تو خدای تو بوای اما خیلی نازی. تو هم عشق منی سوسن جنی. عشق من. خوبتی که من باز برم زودتر کارا رو رو بران کنم. قربونه جلس. نس نس زود برگرد. بر روی کاسته سرم سوزن جنی. قربونه تو. بارا دارمه. طرف بخی. با هزار جون کندن. باید یه فکر حسابی بکنی و گرده نظر تو از منزلتون تلفن کردن گفتن زود بیان خونه. مگه چه اتفاقی افتاد؟ از قرار ماشین پدرم رو داشته پدرم. آبا هیچ معلوم است شما سه نفر کدوم طبیله ای هستی؟ همینجا هستیم پاپا. چی شده؟ هیچ، الحمدلله به خیر گذشت. اما با وجودی که دکتر گفت خطری نداره، من نمیتونم مادرتون رو تنها بذارم و با شما بیام تهران. خودتون فردا صبح بیم. آخه پاپا دیگه آخه نداره. پاپا آقای انسان دوست منظرم و حتما باید بریم. شنیدید؟ چشم پاپا، هر طور شما امر می‌فرمایید ما همون کارو می‌کنیم. بله بابا، رو فرمایش شما که نمی‌گیریم حرفی بزنیم. آفرین پسرای من. باری کلا به تو. آفرین به تو. خاک بر سر. فزغلی. علی قربان. ها، بفرمایید قربان. دهن منم افتاد. خیلی خوب. پس شما میرید، منم به آقای انسان دوست تلفن می‌کنم. آقای صمد خان، برای من نهایت مایه افتخاره که دخترامو بدم به پسرای شما. یعنی از پسرای شما بهتر من کیو میتونم پیدا کنم؟ وقتی خانومتون این پیشنهادو کردن، زن من از خوشحالی داشت سکته میکرد. باور کنید خدا خیلی بهش رحم. واقعا این پسرهای من آدم نیستن، بلکه جواهرن. به خصوص مجیدم، آقای انسان دوست. نمیدونی چه جوونهایی، تمام فکر و ذکرشون پرست، یعنی یا به کاره یا به مطالعه است. باور بفرمایید زری 700 نار با جوونهای امروزه فرق دارم، به خصوص مجیدم. چچل خاک برام فرقت کنم. به به، چه سعادتی نصیب ما شده. سلام منم بهش برسه. خانومم سلام میرسونن و از پیش آمدی که برای خانومتون کرده سخت ناراحتن. ما خیلی دلمون میخواست خانومم تشریف بیارن. چه میشه کرد آقا؟ پیش آمده دیگه. خب با اجازتون خدا حافظ. بچه هامو به شما میسپارم. بچه هامو فزغلی! بله قربان. جز بفرمایید قربان. چه سعادتی عزیزم. خودم از خوشحالی دیوانه میشم. چیکار میکنی؟ این ازدواج میتونم خودم از ورشکستگی نجات بدم. میتونم آبرومو حفظ کنم. کجای این پری؟ پروانه پریا. چیه بابا جون؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا داد میزنی؟ پری جون بهت مژده میدم، فردا دامادا میام. دامادا؟ بله دخترم، برای شماها میام. آخه بابا جون، این جوونی که میخواین منو بهش بدین کیه؟ من که تا حالا ندیدمش.
اسمش مجیده، پدرشم میلیاردره، خودشم تحصیل کرده است. دیگه چی میخوای دخترم؟ پدر جون، با تمام این احوال من تا اونو خوب نشناسم نمیتونم قبول کنم. شوهر برات پیدا کردم تازه نازم میکنی. اگه الان اینجا بودن من پر در میآوردم. شماها خفه شید. دخترم، تو باید با اون ازدواج کنی. نمیتونم پدر جون. ولی مجبوری. چرا مجبورم؟ برای چی؟ برای اینکه خونواده تو، پدرت و مادرت و خواهرات رو از یک بدبختی مسلم نجات بدی. واقعا شما خیلی به فکر دخترتون هستین. برای اینکه منو راضی کنین چه افسانه هایی میسازین. نه پدر، من این کارو نمیکنم. چه افسانه ای؟ من دارم ورشکست میشم. از اجناس انبار گرفته تا ماشینای کارخونه همه رو گرو گذاشتم. دیگه چیزی نمونده بیافتم زندان. این حقیقته. فقط اعتبار صمد خان، یعنی ازدواج شماها با پسراش میتونه ما رو نجات بده. حالا دیگه خودت میدونی هر تصمیمی میخوای بگیر. پری، بابا رو بیشتر از این ناراحت نکن. زود باش موافقت کن. من حاضرم، ولی به یه شرط. چه شرطی دخترم؟ صبر کن. خب، مجید و برادراش که میان اینجا؟ فردا صبح. بسیار. موقعی که در زدن من میرم در روی اونا باز میکنم. شما منو به اسم سفیده که خدمتکار خونه از معرفی میکنین و سفیدرم به جای من به اونها نشون میدین. نتیجه این کار چیه؟ نتیجهش اینه که من میتونم از نزدیک درباره شوهر آیندم مطالعه کنم و ضمناً منم نقش نامزد رو بازی میکنم. اوه چه خوبه. ساکت باش. این کار به نظر من خیلی احمقانه است. دیگه میل شماست. آخه دخترم، یا قبول کنی یا همین الان چمدونمو برمیدارم از این خونه میرم. بهتره به جای ازدواج با کسی که نمیشناسمش برم یه جایی سم کلفتی کنم. قبول کنیم بابا جون، ممکنه پری از اخلاقش خوشش اصلا از خودش هم خوشش بیاد و باهاش ازدواج کنه. موافقت کن عزیزم. قبول میکنم. ولی خدا آخر عاقبت این بازی رو به خیر کنه. حالا که ما بدبخ شدیم چرا به این زودی بریم خونه این بابا؟ اول بریم یه عشق با کنیم که داره. آخه مگه میشه؟ پاپا بهش تلگراف زده. بی خیالش، من باید یه عشقی تو تهرون بکنم که همه بگن ای بلا. به نظر تو کجا بهتر میشه کیف کرد؟ اول بریم سر صورتی صفا بدیم، بعدم بریم کاباره کافی. میگن یه رقاصه توش میخواست که نظیر بزن. بریم برو داشتم. چشم یه ها دیگه داریم بشیم. چرا تو که رقص تویست تو خیلی دوست داری؟ بیا رو هتم الان بهش میگم. نه ولش آی وایسه ببینم آقای سر عینه. بله بفرمایی. نمیتونی تو راحت برقصی؟ نه نه و نکمه به نظرم تره لعنت زیادی میکنه. به نظر من این یارو خیلی آشنا میاد. آره آشنات به سر علی جگرکی. جگرکی نه؟ درست حرف بزنیم بی تربیتا. ایشون پسر آقای شمس‌الله خان رفتگر هست. نه بابا. از واسه همینه که انقدر جس میاد. بکنید بابا بس دیگه. برای چی بسه؟ گوش کن چه بگم. من اینجی گروه خیلی پیدا دارم. گمشو ککل آقا داشت منو بگه ناکس آره بارا به پسر دیش نره بری کنن آیو آرکت درم آرکت در بکر همه همیون بری کنن. آج چی خبره؟ چه اینقدر شلوغ بازی در آورده؟ برو پلیس خبر کن این ککل ببریم کلام تری. تماشا کن، این خیالش هم نیست. مجید بلند شو دیگه. چیه بابا نمیتاریم بخوابه؟ چه خبرتونه؟ خیال کردم اومدن از دندو بیرونم کنه. اوه آره یادم نبود که احمدی امروز مرخص میشه. احمد کیه؟ من میشناسیش؟ مگه با هم رفیقم؟
رفیق قدیم آجته بیا بینم. حاضری؟ خبر؟ دار؟ سرباز وظیفه احمد فرزند حسین شهرت کمال از هنگ یک پیاده نظام گروهان دو جوخه یک حاضر. آره با یه عمری با هم در جا میزدیم. آره رفیق گرم خدا. بدبخت کچل، فکری به حال بینوای خودت بکن، داری بدبخت میشی. عروسا منتظره تو از اون وقت افتادی دول افتادی. یواش آقا جلو این بابا زبونتو بگیر. ای بیناره من همه چیزی واسش گفتم از خودمونه. خب حالا میخوایی چی کار بکنی؟ از این کچل با چه میدونم؟ اما اگه تو فردا نرسیم خونه این بابا آبرون پاک. ببینم احمدی میتونی یک کاری واسه ما بکنی؟ چه کاری؟ تو فردا مرخص میشینا؟ آره چطور بگم؟ آها خوشگل شد. ببین من تا یه هفته دیگه تو کیفم. تو میتونی تو من مرخص؟ نفهمیدم من خودمو جایی تو برادرات جا بزنم؟ نمیشه با همه میفهمم. نه بابا این که کاری نداره، اونا 15 است خیال میکنن تو مجیدی. مجیدم که این دختره رو دوست نداره، خاطرخواه سوسنه. پون بخوری یه هفته تمومه با مجید مرخص میشه. نه داشم این کار کار ما نی. آخه نومزاد بازی که قلابی نمیشه نه کارتا. اما اگه تو این کارو نکنی هر سه نفر اونو پاپا از ارس محروم میکنه. احمد زبه تو که با ما خیلی رفیق بودی، ما الان به تو احتیاج داریم، آبرومونو بخواه. خواهش میکنم آقای زبل. آره قبول کن، خواهش میکنم آقای زبلی. خیلی خوب، اما این کار خرج داره. یه پول موله حسابی به ما بدین که بخوریم و چاق بشیم. خیلی خوب که قبول. هرچی بیشتر بهتر. یه کچلوار حسابی هم باید بخرین که قیافم به شما بخوره. آخه ناسلامتی ما سته دیگه داشت میشیم. اینجاز آقای بی پدره میشه زنگو بنوازم. اسمت مجیده، هرچی هم ازت پرسیدن من جواب میدم، یادت نره ها. فهمیدم با همه کار کرده بودیم چوز کار نومزد بازی، اونا واسه یکی دیگه. یاد میگیری چه؟ مواظب باش خیت و پیت نکنی. خب بچه من میرم در باز کنم. مواظب باش خیت نکنی یا خدا کنه تو دل برو باشه. خوب جایی شیطون ها معلوم میشه یارو پول بود داره. فرمایش داری؟ منزل آقای انسان دوست اینجا. بله بفرمایش. خودشون تشریف دارن؟ بله منتظرتون هستم. متشکرم. خیلی مزرم. مرسی بوکو. سلام کن. بی دیگه بچه. جیگره تو. عجب خوشگلی، کدوم یکیش همون قلمیه تو پوله. به بچه دارو درختی داره، این دربند خودمونه. آقده داشت، گوش کن. عجب مامانیه. زیاد دون نریا، تو این خونه باید چشات درویش کنی. خیال راحت باشه، من با همین کلفته میسازم آقا. باشه کلفته رو بخشی داشت به تو. خیلی بسازیم، درویشیم. خواهش میکنم، از این طرف. مرسی. خودمونیم خیلی خوشگلی. چشمتون خوشگل میبینه آقا. خشن نمیاد. اومدم آقا داداش. خیلی خوش آمدید. امیدوارم چند روزی که اینجا تشریف دارید بهتون خوش بگذره. سلام علیکم. ببخشید برادرم. سلام مجید جان. به به ماشاءالله خیلی بزرگ شدی. درست 15 ساله که من تو رو ندیدم. اون وقتا رو یادت میاد که همیشه گل بازی میکردی و من دعوات میکردم؟ آره یادم میاد. مرتبم کتکم میزدی. میزدم؟ آره. نه من هیچ وقت رو نزدم. همیشه دعوات میکردم. معذرت میخوام، منظورش اینه که با کلمات میزدینش. خوش به حالت پری مجید، خیلی سمپاتی. همشون سمپاتی. آره خیلی سمپاتی، اولی کاری داره با چشماش میخورد. گوش کنیم بچه ها، باید با هم یه قراری. چه قراری؟ هر وقت اتفاق افتاد همدیگر رو باسی خبر میکنیم، اینطوری. همینطور عزیزم، بدون اجازه من تو این خونه سوسکم جیر جیر نمی کنه. هیچ کاری هم بلد نیستم، اما دخترای من، تو بگو عزیزم. بله همینطور عزیزم، تو این خونه حتی سوسکم نمی تونه جیر جیر بکنه. سوسکتو بفرم. فرار نکن ای دلبر مه پیکر من، سوپ و چرا ریختی عزیز روی سر من، سوختی نگارا بی تعمل پیکر من، باید سر من، باید سر من.
منظور کشیدی بی محبا گردنم رو پاره نمودی توی دوا پیرهنم رو خواستی ببینی از لج خود مردنم رو وای مردنم رو وای مردنم رو این بر نرو اون بر نرو میشم کلافه از دست عاشق در نرو این کار خرافه لجبازیم این دل رو با اندازه داره مرافه خانم دیگه دوا نداره بس حیا کن اخمارا بکن بس حیا کن ما رو واکن بیا بشین رو صندلی که خوشگلی نگات کنم من اون کفش تو که افتاده خراب شده به پات کنم من بیا حالا آشتی کنیم دوا پس بالا عزیزم بیا حالا پیشم بشین تا لباست شربت بریزم میرم میری زریزه میرم شیرین مویزه بگو چشمون مسته دیگه خونم نریزه ببین عزیزم چه داماد خوبی داریم تو دوام آواز میخونه بله بگو چشمون مسته دیگه خونم نریزه بگو چشمون مسته دیگه خونم نریزه آره سوسکم نمیتونه جیر جیر کنه ببخشید من باید برم خودمو تر تمیز کنم خواهش میکنم پروانه مجید خان به حمام راهنمایی کن البته اشتباهی شده میبخشینم اینطور نیست عزیزم درسته عزیزم همینطوره توپو عزیز چرا ریختی روی سر من این سرکشیای بی جای تو بالاخره منو میکشه آخه واسه چی کار کنم چون بهش کنم گرفت باید از زور خوشی قش میکردم بشکون بشکون خب اشتباهن دستش به تو خورده بگیر این هوله رو برو ازش معذرت بخواه دی باز که وایسادی دختر برو دیگه برو حرفای قشنگ قشنگ بهش بزن دلشو به دست بیار دیگه برو بازم که وایسادی دختر در بزن اینطور نه اخماتو واکن آخرش با این رفتار ترشیده میشی چیه که با من کار داره؟ براتون حوله آوردم خیلی خب اومدم زنوستا او شمایی خیلی ترقیات کردین خانوم شما هم خیلی بی تربیت تشریف دارین آقا مرگ من خب خانوم با تربیت بگو بینم من چیکار کردم که همه دل خوری دیگه میخواستی چیکار بکنی هنوز جاش کبود مونده ببین اوخ بمیرم الهی دست تو بکش کنار عجب آدم زیاد سخت نه یه خوشگله تو جونور وحشی آخرش آبروی منو میبری این جونور وحشی میخواد تو رو گازت بگیره یعنی ماچت کنه میدونم که خوشت میاد جلو نیا جلو نیا خواهش میکنم تو از همه چی کار میکنین شما دوتا آخه صورتم سوخته بود داشته آره داشت ماساجت میداد دختر خونگرمیه نه تقریبا بیا عزیزم منم میخوام ماساژت بدم یه ماساژی بهت بدم که خودت تاز کنی من اصلا نکو گل داداش اینم ماساژ خجالت بکش حیا کن راستی شما چه نوع کتابایی رو دوست دارین؟ باشی که دوست دارم اما تو فنجون عزیزم بگو یه قهوهی مخلوط با شکر تو فنجون براشون بیارم درست قربان من تو فنجون بیشتر دوست دارم که تو فنجون لیلی لیلی امشب از روی تو روشن گشته این خانه روشن از شمع رخت گردیده کاشانه رشک گلشن کردی من تا قدم بنهاده ای برا ستانه من خانده ای بهرم بسی افزون و افسانه بشنو اکنون از دلم آوای مستانه بشنو اکنون از دلم آوای مستانه آمدم
پیش روخت از دل و جان آمدم به تماشای تو ای سر بروان آمدم همو نگفتم ترشی نخور صدات میگیره؟ نه بابا، پا حالا گوش کن قلب من این روشنی از چهره ماه تو این نشاط زدن دل خواه تو دارم هرچه دارم از تو دارم ای بهار آرزویم هرچه خواهم از تو خواهم هرچه گویم از تو گویم مهر من ماه من جانی و جانانه من سوز من ساز من عشقی و افسانه من قلب من این روشنی از چهره ماه تو دارم این نشاط زندگی از دل دل خواه تو دارم خودمونیم که میزنی ها لطف داریم اما شما چرا یاد نمیگیری؟ ای بابا، وقت سرخانوندنم ندارم همه یه کارهای بابام رو دوش منه تازه آخر برس که میشه حقوق گرفتن یه براوای خشک خالی نصیبم میشه چی نصیبت میشه؟ براوا، یعنی براوا همین آخ چه بد، مگه مجودا همین کار نمی... کجا؟ چی شو؟ آها، الان برمیگردم درست عزیزم، بله عزیزم واسه این دیوونه دیوونه میشه پسر از باغ وحش فرار کرده پری حق داری پسر واقعا خوشگله اندامش، چشماش، ابروهاش، دستاش آره دستاش ببین چه جوری وشکونم گرفته چه خوب خواهر توی رمان خوندم که پسر و دختری با وشکون با هم آشنا شدن آی 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 پام 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 چطوره ها؟ وشکون خوب چیزیه خانم جون دوست داری؟ دوست ندارم دخترام اینطور با جوانان نشست و برخاست کنن نه عزیزم عصبانی نشو تو که میدونی هیچ چیز از چشم من پنهان نمیمونه دخترارم کردم تو اتاق خودشون جوونارم تو ساختمون اون طرف باغچا دادم بسیار خوب کاری کردی عزیز جان نترس عزیزم بی اجازه من تو این خونه آب از آب تکون نمیخوره البته آخه یواش ماما جون من پیرمرد رو لیکن ببخش جونی آخرش این پری تصمیم گرفت چی کار میخواد بکنه؟ بالاخره راضی میشه آخه یه خود مشکله عزیزم راستی شوهرم یه مژده برات دارم مژده چیه تو پل من بگو فرخ و پروانه با اینکه هیچ چیز از نظر من پنهان نمیمونه برای همدیگه قش میکنم براش قش میکنم چه دختری تو حالا همچین چیزی ندیده بودم چه دختر کوچولو موچولو تو پل مپل قشنگی آخ که اگه نصیب من بشه چی میشه دل منم این کلفته برده همین خوبه به دخترهای خونه کاری نداشته باش هر غلطی میخوای بکنی با کلفته بکن اوه یواش الو بله گوشی خدمتتون با تو کار دارم پروانه
آخ پام. الو، من پروانه، بفرمی. معذرت میخوام، من فرخم. بچه فرخه. بله، اختیار داریم، بفرمایی. خواهش میکنم. میگم چیزه، راجب کتابای صوبی. آخه امشب بیخوابی زده به کلم، فکر کردم از اون کتابا اگه ممکنه. بله بله، متوجه شدم. الان یه دونه خوبشو براتون میفرستم. شب بخیر. صبر کنی، صبر کنی. آخه ممکنه طرف اینجا رو گم کنه. اگه اجازه بدی من خودم بیام ازتون بگیرم. شما؟ آخه من خب برو دیگه، بیارزه. من خیلی خوب، پس خودم براتون میارم. خدا برات ساخته، اگه یه روز کسی منو به باغمون دعوت کنه لولو خورخورم باشه قبول میکنم. سعی کن بهش رو ندیا. خودم بلدم چه زهر چشمی ازش بگیرم که خودش حس کنه. سفید خانم، حال تو چطوره؟ وقتی شما رو نمیبینم حالم خیلی خوبه. تو دیوونه شدی؟ گم شد، حرف نزن. عجیبه، اخلاق سگ منم به شما رفته. نمیدونم چرا وقتی شما رو نمیبینم حالم خیلی خوبه. اگه زودتر بفرمایین چه فرمایشی داریم منم به کارم میرسم. بسیار خوب، ملافه بنده سوخت. ملافتون؟ بله، سیگارم افتاد روش و سوخت. لطفاً یک ملافه تمیز برام بیارید، خیلی تمیز باشه، فهمیدید؟ زودتر فرستید. بای بای. الو، الو، گوشی رو گذاشت. بای که این پسر چقدر وحشی. حالا میخوای چیکار کنی؟ یک چنان درسی بهش بدم که حس کنه. نه اخی، خوابم نمیبره. به تو یه تکونی بخوابی باچه. من اگه میدونستم شما اینقدر خوبید هیچ وقت مزاحمتون نمیشدم. شب بخیر. فرمایشی داریم؟ بله، نه خیر، هیچی، میخواستم یه چیزی بگم، نمیدونم چطور شد یادم رفت. چه هوای خوبیه. بله، خیلی خوبه. من که هیچ خوابم نمیاد. منم همینطور. پس حاضری یه خورده قدم بزنی؟ آره، حاضرم. خیلی بد آدم زاغسیه و شاغل. آره مجیدم، من یکی بزن، من آدم کشم. همه هم میترسن. میدونی واسه این حرفا رو میزنم؟ واسه این که دخترا هم بترسن. واسه همینه که تو هم میترسن. من از هیچ کس نمیترسم. آره تو بمیری، از ترس من دل تو دلت نیست. نه خیر، فقط بهت میخندم. هر 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 بی ترسی، بی بریم بیرون بگرد. آخه چرا از ترس من زبونت بند اومده؟ را بیافت بریم. خوشگل ساختمش. به به، چه هوای خوبی. من تمام غذاخوری گذروندم. چی گذروندی؟ هیچ چیز نه. یعنی میخواستم بگم که حرف زدن و گردش کردن با دختر شما اصلا این حرفا سرش نمیشه. راست میگی؟ البته. گفتی اون گفتی که دوکره دم دوکره پدر دم. چقدر راحت خوابیده. به تو که گفتم عزیزم، تو این خونه بدون اجازه من حتی سوسکم جیرجیر نمی کنه. بزنم نگنم بلا همین زنم. سلام. بخشی باید بزنم. بیا چه آقا؟ یکی ها یکی هم برای عزتیم، برای عزتیم اینجا. شما آقا کدوم محلی؟ آقا عزتیم بیا برو واسه بچه محلا تحریم کن. خواهش میکنم آیون خانوم ها بفرم سر میزشون. مزغون چی رو بزنی؟ خیلی ببخشی، من سگ اخلاقم. خیلی ببخشید که کتک نخوردم و شما را از لذت بزرگی نامحرم کردم. انقدر هم سالم نیستی، جای مشت تو صورتت هست. حالا چرا انقدر برزخی؟ اگه دعوا مرافعه تو رو خوشحال میکنه آزبرم. چی عزیزم؟ فریا جونم. چیه همین جونم؟ من گشتمه.
اوه چه شب خوبی. آره. اوه خدمتگارتون. حیوانی رو نگاش کن. آدم دلش براش میسوزه. تمام کار خونه به گردن اونه. وای تو بول من پاشو دیر شد پاشو تو بول اومدم حساب کمر با شماره سه سرپایینه با شماره چار سربالا چار دل برا همچین براست خوشگلا همچین بچم دل برا همچین براست خوشگلا همچین بچم حالا به مواظب باشی نیفتی پنجه دست راست رو پنجه پای چپ پنجه دست چپ پنجه پای راست چپ راست چپ راست غیر 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 کمر زود باش جان دلبر تونتر هرچه تونتر غیر 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 کمر غیر 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 کمر زود باش جان دلبر تونتر هرچه تونتر غیر 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 کمر غیر 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 کمر غیر 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 کمر تونتر هرچه تونتر غیر غیر تونتر هرچه تونتر زود باش جان دلبر چه خوب پریا جونم نکن آزیزم گربونت میرم باشد میرم بشکون میگیرم نکنم تلفون بگو الو الو مجید 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 کیه؟ حالا دیگه خودت هم نمیشناسی؟ مقدمات نامزدی رو فراهم کردی پسرم؟ اوه باباتونه باشه خدا جون بگی آره بله یعنی چی بگی؟ بگو مشغول چی چیزشی؟ مشغول چی چیزشی؟ مقدمات مقدمات چه خبرتونه؟ خیلی ذوق زده شدی آفرین به همتون گوش کنید پسرم روز شنبه هفته دیگه خودم میام و کار رو تموم میکنم چی شد؟ چی شد؟ هیچی گاوتون زهید واو پس خیلی آمده من گوش کن ماشین حاضر کن میخوام بدون اینکه کسی بفهمه برم تهران هر کی پرسید بگو دنبال کارهای تجارتی رفته میخوام قبل از مراسم عروسی خودم تو تهران یه دزا داره رفت بوده ببینم چش کن بعد شیرینه واقعا پسر شیرینیه خب بعد آره شیرینه هیچ باور کردنی نیست همشونه زد و از رو برد وای که دیگه این چه جونه بشه آه چه تو هم صبونه رو بیار زود یالا چشم ماما دختر جون این نامه رو بگی بده به پریا خانی بگی چیز آخه این صد تومنم بگی واسه خود قاقالیلی به خبری کرد دختر جون این نامه رو بده به پروانه خانم بگی آقا پروانه خانم دیگه آخه پروانه خانم بگیر این صد تومنم برای خودت یه چیزی بخر چیه؟ چی شده؟ چرا مات موندی؟ چرا صابونه رو نمیاری؟ چیز ماما جون، بگی این 200 تومن رو برای خودت قاقالی خب برادرای عزیز، با اجازه مرخص میشم آخه امشب یه کمی کار دارم خب خواهرای عزیز، با اجازه مرخص میشم آخه امشب یه کمی کار دارم خب اخوی قلابی، ما هم رفتیم بای بای خدافز پری جون خدافز، اما مواظب شیا Thank you.
الو. مخلصت آقا مجید. بفرمایی آقای مجید خان، نکنه بازم ملافتون سوخته. نه خوشگله، این دفعه دلم واسه سوخته، خواستم از تنهایی نجاتت بدم. دلتون برای خودتون بسوزه آقا، من تنها نیستم. الو. عصبانی شدی خوشگله؟ آخه به فرمایشتم گوش کن، میخوام. آقای مجید خان، گوش که نمی کنم هیچی، حرفی هم با شما ندارم. خدایا، چی کار کنم؟ وای! بله. سلام، خوشگل خانم. راستی که دیوونه شدی، دیوونه! میدونم، آخه این کلفت خوشگله دیوونم کرده. کردم که کردم، خوبم کردم، دیگه نمیخوام صدای این نسته تو بشنوم، دیوونه. کجاست؟ علامت تو برو بالا جمعه یا تحکل به خدا. از دست این پسر دیوونه شد. شما که مشروب نمیخوردی خانم کوچولو. اگه فوراً از اینجا نری بپوشون. اگه از اینجا نری داد میزنم. ده برو. عصبانی نشو خوشگله، من که باهات کاری ندارم عزیز. گوش کن میگم، برو گم شو بی تربیت. اولا همه جا رو بلدم، گم نمیشم. دوما بی تربیت منم یا تو که لباس خانمو میپوشی و تو تخت خوابش هم میخوابی و مشروبش هم میخوری؟ چیه؟ ببین آقای مجید خان، بی خود معطل، اگه از اینجا نری بیرون داد میزنم، میفهمی یالا؟ اگه داد بزنی میرم و دلتو میسوزونم. تا سه میشمرم، نری جیغ میزنم، یک، دو، سه، آی! خیلی خب، چه خبرت؟ داد نزن، از خره شیطون بیا پایین بریم و بگردیم. نمیام! نمیخوای؟ نخیر! باشه، حالا که همچی شد خودم از بالکن میندازم پایین. دو و نیم. کیسه میشه من راحت شم بگم؟ اختیار داری؟ ده بگو تا مغز داغون بشه من راحت شم. اصلا نمیشه، درست مثل یه عروسک سنگی، خشک و بی احساس و بی روح. آدمم اینقدر بی‌معرفت میشه. تو از اون خوشگلای بی‌مزه روزگاری، اما من واس خاطر اینکه تو راحت بشی و نگی بزدل بود این کارو میکنم. شبت بخیر. آی کمک مری جام بادم چونه بمبت نداره. بکش منو بالا بیمار فت. چه دختره؟ سب کن دختر جون، یه چیزی میخوام بهت بگم. دهن تو واکن. ده واکن. آخه باز چی؟ تو واکن تا بهت بگم. نگفتم خیلی ترسیدی؟ از سقت پیداست اینه بادم جون سیاه شد. چه خیلی؟ من از هیچی نمیترسم. خیلی خوب، حالا که نمیترسی پر را بیافت بریم. بیافت جلو. آه نه، سبکو من لباسامو عوض کنم. شوخی کردم با، من میترسم با آت بیام بیرون. هم از ربله. آره خودشه، موازی باش دعو و مفرا نندازه. معنی این تصیفو میفهمی؟ نه، اما خیلی قشنگ میکنه. آره. پا بزو بسط بگم، سرگذشته یه جوونیه که عاشقه. وقتی تو چشم معشوقش نگاه میکنه، ستاره ها رو میبینه که چشمک میزنه. درست مثل من که تو چشایی تو نگاه میکنم و ستاره به من چشمک میزنم. آره، این حرفایی که همه مردا به زنا میزنن. اما دخترای زرنگ خوب میفهمن که کدوم مرد راست میگه. آخه ما چند روز بیشتر نیست که با هم آشنا شدیم. درست، خوشگله. بریم میشینیم یه چیزی بخوریم. آخه خب دیگه من نمیترسی؟ از تو بترسم نه باز چی؟ پاری کلو اوم چیکار میکنی دختر؟ خودت میگی بنداز بالا. دل دیدی، یالا نوکرتم بخو، یعنی بخو. بلند شو واسه چی؟ جایی نمیدیم ترسو، فقط میرخسیم. عجب گرفتاری شدیم بابا، من این رخص مخصو چیزی سرم نمیشه. نکنه از رخصیدم میترسی ترسو؟ من هیچی نمیترسم بیکله. پس را بیفت بریم. برو بریم، من هم از زبیره میترسم. آها، اونجا.
چطوری آقا زبر؟ چی میل دارین آقا؟ یه 5-6 تا. چی آقا؟ میخوام خوش باشم برو میرم. آقا اینم شد رفت نگاه کن برو خدا. ده بیا. همه شما علی برچه. حالا بیشتر میخندونم از سر. تونتر بزن آقا. حالا نگاه کن. قلش بره با فرش بره. چطوری؟ این هم یه پایی. چطوری؟ فرمان سرش میانه. علاج بخوره دبی، علاج تو رو بمرم دار تو بله آقا مشروب یه دونه مشروب هم بده علاج دورت بگردم علاج تو قشنگ دیدی که دم ناوی نکن من که با زلف تو بازی میکنم تو دیگه با دل من بازی نکن بازی نکن بازی نکن حالا میخوام برا یک رقص خوشگل کنم تو را عزیز با خود یک رنگ و یک دل کنم بگو رقص رقص اینه یا تو این سه بگو نمره یکی بیسه حالا بیا 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 رقص و نگاه کن عزیزم رقص و نگاه کن دیگه 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 بس حیا کن حبیبم بس حیا کن بگو رقص رقص اینه یا تو ایسه بگو نومه یکی بیسه پادر نومه تو عزیز این دستاتو بارا چه کنم حبیب من ترسم بهتون بد بگذره بیشی مقبوله بیشی سر جا مردم چه توقعهایی دارن خفه میدارم
به ما یک که بدو میکنیم پیرمر مثل اینکه خیلی به پولت بینزی هم حالا دیگه لازم شد که تربیتتون بکنم اولیش ماره تو بارو بینا پاشا پاشا بی با تو یل بینم ناسلومتی تو جوانی باشا بوله بینم اینم ناز شستم جونم بابا جویش اون کنی برن شو برن شو فهمیدم حالا دیگه ماره میزنی؟ منم خرخراته میتونم پیره مرد زنده دلی خوشم اومد به سلامتی حالا واسه گنده شوالت میکرم پاسش بده بده جا اگر راست بگید یکی باره بینم یکی بیای جلو نفهمیدم دیگه دارن شورشو جا هم بیان بشین آخه به تو چه مربوطه بلم کن الان بر میگردم خوش گلم پاشو بینم دادا چه خبره پارو کنم برو چند نفر سره یه نفر خجالت بکشی خدا قبول آفری به تو بود از این تو هم اون تو پشت الان حالیت میکنم پیره مرد زدن یعنی چی بخواب که ایشه بخواب ده ببین راجز راست خواه منو میزنه به من میزنه از بار پر حقا که دست پر رو هست هوایی نرشی منو بزه زیمی منم میزنم زیمی که بلند نشی زنده باشید آفرین به تو دو دفعه هم برابو سه دفعه قربون خیلی دل و جرات داری پیش سری میزا بفرم نمیشه اونجا ما ده بشین جونم قربون شما آخه ما دو تاییم رفیق با نه بابا خیلی خوشگله من تا به سلامتی شما یه گیلاسی نزدم ولتون بفکرم بفرمایید گارسون بله قربان یه چیزی واسه ما برده بیا چشم آقا چشم این طرف ها پیداتون اشها بفرمید اینجا خب شما ها نامزد این حتما ها نه خب باباره که ببینم پس حلقه نامزدیتون گوش حلقه چیز دیگه بگو دیگه حلقه نومزد شده نومزد تو حلقه است فهمیدم هنوز رسمی نشدی ها درسته ببینم راستی خانوادتون خبر دارن که شما اینجا هستین؟ آره اجازه که گرفتیم تا یه هفته دیگه هم کار تمومه انشالله که خوشبخت بشید قربون شما منم امروز وارد تهران شدم اومدم پسرامو زن بدم اما راستشو بخوای میخوام قبل از این کار تو تهران چند روزی هم خوش باشم به سلامتی فردا شب مهمون منی میدونی امشب تا دیدمت فهمیدم که دل شیر داری قربون شما اما گفتم یه خوردم خورده شیشه قاطی داری درسته؟ درست گفتین آقا قربون دهنت خیلی خوب دیگه ما دیرم نه خودم باید با ماشین خودم برسونم تو گارسو ای بعدی چی بود؟ ماچ آها مات بابا یه خورده طاقت بیارید راستی بچه ها فردا شب یادتون نره نهاد یه عیش حسابی بکنید آخه فردا شب ما گرفت نه حتما میان آفرین به تو دخترم رسیدیم فسخلی بفرمید قربان جزده میخوام دیگر دار یادتون نره منتظرم ما خیلی خوب اما اگه نتونستیم نه حتما میان فسخلی چی بود؟ مک الان یه ماشیانی چه خبره؟ آقه یکی چشه گاو بگی؟ نه دیگه نمیشه فقط یه دونه گدا خیلی خوب اما چشمتو ببر میاو اوه چی بود؟ هیچی ماچ بود عزیزم میاو معنی ماچم فهمیدیم پس تو چی میفهمی؟ ببین چه آرامشی برقراره تو پل من من که به تو گفتم عزیزم تو این خونه بدون اجازه من سوسکم چرچی نمی کنه چرچی رو نمی کنه ببین همه جای صورتم رو زخم زیلی کرده آره اونم همینطوره اومد ماشم کنه سیبیل همه چند من که سیبیل ندارم پاشیم بخوابیم بابا شما هم شورشو در آوردین آقا بس حتی که شورشو در نیاوردی بگو ببینم با این کلفته چیکار کردی کلفته آره خیلی زبله اما نه مثل احمد زبل بعض ما برادر خیلی روبراست هیچ عبال بشری به پای احمد زبل نمیرسه میدونم
چاره ای نیست، فقط اعتبار صمد خان میتونه ما رو نجات بده. به همین دلیل ازدواج تو با مجید ضروریه. پدر، دو روز دیگه به من وقت بدین تا من کیچی رو وقت بدم. صمد خان همین روزا پیداش میشه. پدر، آخه دخترم، به پدرت قول بده. قول بده دخترم. نمیدونم، اما چندان پسر بدی به نظر نمیرسه. اوه، راستی من باید برم بیرون. کجا دخترم؟ پری خانم، کلفت شما امشب با مجید باید بره بیرون، فهمیدی؟ چیه؟ نگران نباشین، تنها نیستم. یه میلیونر بامزن با ماست. کجا؟ کاباره؟ بابا شراب برده بیار. نگاه کن رفته تو من با سلام به لیلی و مجنون موشکی. خب حالا احوالش چطوره؟ ببخشید که دیر کردم ها، امشب میخوام تا صبح با هم خوش باشید. بیا بذار ببینم. بله آقا، چه فرمشت؟ به این مدخونسیات بگو از این نیز باید تا صبح پذیرایی کنم. حقوق یک باشو هم یلا میدم. چشم، برو میرم. گنده دماغ دختر عربابت عروسی نمی کنم. تو رو دوست دارم کلفت خوشگله من. تو دروغ میگی، تو اصلا هیچ کس دوست نداری. من دروغ میگم؟ فقط گشتتم. اما حیف که نمیدونی من کیم. تو خیال میکنی من راستی خود خودم هم. آره میدونم که به درد تو نمیخوره. تو باید با دخترهای بالا بالا که هم چند تن هم کنی. نه با یک کلفتی میکنم. آخ که زبونم مو در آورد. بابا جون تو واسه من هر کلفتی کلفتتری، از هر خانومی خانومتری، از هر خوشگلی خوشگلتری، دیگه چیه میخوای؟ تو خوشگله خوشگلایی. تو از هر زبون بازی واسه من زبون بازتری حق بازی کلم. باشه اینجور خیال کن، اما من آدم صافداده و بیکلکی هستم. زبون من به دلم وصله. باور کن بیشیر پیه میخوام. ولی میخوام بهت بگم که برخلاف اون که تو تصور میکنی آدم دمدم مزاج و هرزه‌ای هم نیستم. میخواستم زندگی خالی خودم رو با وجود تو پر کنم، اما حیف که نمیشه. چرا نمیشه؟ مثل اینکه زیاد حال خوب نیست. بریم خونه کلفت خوشگله من بریم. یارو رو بذار، بیچاره میخواست تا صبح با پولاش عشق بکنه، اما پیری پول مول سرش نمیشه. حقیقت اینه که جوونی هر سکه ای سکه داره، اما حیف که تو همش به فکر پول. بریم نوکرتم، بریم. برو بینم، برو خدا حافظه. خانم عاشق شده. عاشق؟ خدا کنه از این دختر کلفتان به طور تو بخوره، اون وقت بهت میگم. زبل داشتم راست میگه،
این حرفا رو واسه خودتون بزنید. من کلفت ملفت سرم نمیشه. این دختره از همه حسابی تره. از مال تو، از پروانه خانم شما. با دنیا هم عوضش نمی کنه، فهمیدین؟ دیگه هم خوش نهرم ازش حرفی بزنید. نه آخه آقا سخ عاشق شده. آره نوکرتم، از شما هم بیشتر. امروز هم حقیقتو بهش میگم. بهش میگم که من برادر قلابیم. خلاصه یه شوفرم، یه آدم آسمون شد، فهمیدین؟ چی چی رو بهش میگی؟ تو همه پول گرفتی که چی؟ که قلبمو به شما بفروشم؟ من دارم برشکست میشم، این تازه میگه پسر بدی به نظر نمیرسه. دخترم حالا که میخوای قبول کنی زودتر بله رو بگو، خیال پدرت رو راحت کن. چشم ماما ناراحت نباشیم جی. داری مادا باید یه دختر جی جی عزیزم. آخه جوشه دارم، جوشه دارم، جوشه دارم. اینو بازم بگو، همیشه بگو. چشم چشم میخوام زنت بشم. میخوام چیرم چی شوهرم بشم. میخوام شوهرت بشم زنت بشم. جوشه دارم، جوشه دارم. گوش کن ببین پروانه، من میخوام باهات عروسی کنم، فهمیدی؟ عروسی؟ آره راست میگی؟ معلومه که راست میگم، باید بیای. یه مسئله خیلی مهمیه که حتما باید بهت بگم. منم یه موضوع مهمی رو باید به تو بگم، حتما میام. قرار ما مثل همیشه کابره. مثل که خیلی پسری. آره دلم میخواد ناراحت نباشی. عجب، تو که همیشه دلت میخواد کتک بخورم و سر به تنم نباشم. حالا آخه تو رو نمیشناختم. گوش کن چی میگم. چی شده عزیزم؟ من دیوونه وار تو رو دوست دارم. یه دروغ بزرگی در کاره که میخوام. اشتباه میکنی، درست یه شوخی ساده بود که دروغ تصور کردی. من باعث ناراحتی تو شدم، این تقصیر من بود. نه برعکس، من مقصر کارم سفیده. سفیده نه، بگو پری. پری؟ آره عزیزم، دختری که اومدی باش ازدواج کنی من هستم. تو؟ آره من. نفهمیدم، تو کلفته یعنی همون دختره که؟ آره عزیزم، آخه اونقدر تو کافه ها دعوا و کتککاری کرده بودی که هیچ کس نمیخواست حتی اسم تو بشنوه. خب حالا چی؟ حالا؟ حالا من خیلی دوست دارم، از جونم هم بیشتر. برای کارایی هم که کردم معذرت میخوام و تا موقعی هم که زنده سعی میکنم تو رو خوشبخت کنم. حالا منو میبخشی ها؟ من؟ آره عزیزم. آخه منم نرسیدم. آخه نوکرتم، گوش کن ببین چی میگم. منم مثل تو. چی میخوای بگی؟ بگو، گوش میکنم. بگو. اون پسر میلیونره که تو لالا بگو. آخه چه جوری بگم؟ خلاصه من بلکن نیست. داری با چشمات دختره رو میخوری پسر؟ آخه ما نامزد شدیم، شما خوشحال نشدیم؟ چی؟ نامزد شدیم؟ پس دیگه رسمی هستین ها؟ ببینم از روز موزی اومدی بیرون؟ مبارکه، به سلامتی. خب حالا میخوام نامزدی تو رو جشن بلنشین مهمون من. میریم یکی از کافهای درجه اول تهران که تا صبح بزنیم، برخصیم، بخورین و اینا گولا یه بریم. پری جون، بالاخره تصمیم گرفتی که باهاش عروسی کنی؟ مامان، حواس شما خیلی پرته. مگه نمی‌شه لباس کلفتی رو در آوردم؟ ما دیروز نامزد شدیم. نامزد شدی؟ دیروز؟ وای خدا، دارم از خوشحالی قش می‌کنم به پاپا بگم. چه مردی، چه اخلاق. وای تصمیمی. نقشه هامون عملی شد بچه‌ها. شنبه امروزه، عروسی هم امشبه. گنده بی خاصیت. میگم کجاست این آقازاده مجید خان؟ یالا صداش کنید. یا پاپا تکلتی خسته از خوابیده، بهتره بیدارش نکن. مگه کو کنده که خسته؟ صدا چون که چلو فزقلی. بله قلبت جب بفهمید قلبت. به به، عروس های قنچه و گل و سنبول. سفیده برو در باز کن. آقای انسان دور. بله قربان، اتفاقی براتون افتاده؟ نه فقط بخواستم بپرسم این دختر خانم دختر شما؟ این که قربان فریاد نداشت، معلومه که دختر خود منه. از این که خوشگل و تو دل براست باورشی نمیاد. این دختر راست راستی عروس منه. از تو قربان من شک داشتیم. باعث افتخار ما. آقای سمت خانو میشنسیم؟ بله میشنسم. اگه شما پدر مجید خان هستیم راست میخواستید با این شکماگل مامان جونش باشم؟ مجید! 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 چه
بسم الله. من مگه چی شده؟ من که این سر در نمیاد. من که جن دیدی که به پسر من اینطور نگاه میکنی؟ نه خیر قربان، ولی شما مطمئنید که ایشون پسر شماست؟ آخه مگه ایشون شاخ داره یا دم داره که این سوالو میکنی؟ پس قربان میفرمایی تکلیف اون یکی دیگه چی میشه؟ من چه میدونم آقا، ولش کنید بذارید بره لا دست. نفهمیده؟ گفتید یکی؟ اگه نفهمیدی حاضر غایبشو بکنم که بفهمی. فرخ. بله پاپا. حمید. وای که بیچاره شدی. حاضر پاپا. مجید. منم حاضرم پاپا. حالا تو کله گشت فرو رفت که سه تو بیشتر نیستن؟ اما چهارمی بالاست قربان. که میگه با چهارمی. صمد خان، پس اونی که من باش نامزد شدم پسر شما نیست؟ وای کلم ترکی، اون کدومه؟ چهارمی کدومه؟ مجید. بله پاپا. ببینم تو دیشب کدوم گوری رفته؟ کی نامزد شدی؟ ایشکیو پاپا. شنیدید آقا؟ ولی باور بفرمایید اولین باره که ایشونو زیارت میکنم، درست عزیزم؟ بله عزیزم، بدون اطلاع من تو این خونه آب از آب تکون نمیخوره. چی میگی خانم؟ پسر من یک هفته از خونه شماست، اون وقت شما میگید اصلا زیارتش نکردید آبم از آب تکون نمیخوره؟ به خدا همینطور آقا. لا اله الا الله. مگه شما از اصفهان با هم بیرون نیومدید؟ چرا لال شدید؟ آخه کچر تو دیشب با چی نامزد شدی؟ جه، پری، دی، انسون یا خواب دیدی؟ ها؟ خواب دیدیم. یه خواب شیرین و کوت. اما حیف که شما همه را خواب پروندی. دی؟ نفهمیدم. ایشو پسر شماست؟ نه خیر، مجید پسر شماست قربان. خفهم کردی بابا، پسر من مجید همین کچره که اینجا وایساده. آی حالا دیگه من دارم دیوونه میشم بابا، تو این خونه مگه چند تا مجیده؟ فقط یکی، اونم منم. یه حادثه کوچیک باعث شد که منو توقیف کنم، ناچار شدم کسی دیگه رو به اسم خودم معرفی کنم، یعنی همین زبلی که شما خیال میکنین مجیده. فقط 5000 تومان هم من گرفته که رول منو بازی کنه، اما یه خونه تو اشبازی تند رفته. مگه نه زبل؟ آره درسته، من این وسط فقط یه دیوونه بودم که خرید و فروش 4-5 نفر رو به هم جوش بدم. حالا که مد شده ما این وسط هیچ کاری، واسه همینم حق لباس اصل کاری رو درآوردیم، شدیم خودمون. وای باز اصل و فر شروع شد. پس داماد اصلی ایشون هستن و ایشون هم عوضی هن؟ بله؟ خب بله دیگه. ببین دامادی اصلا به هیکل آقا میاد، نه این ایکبیری. حالا دیگه ما اخی شدیم. تو پسترین و رسلترین آدمی هستی که به عمرم دیدم. با لباس و اسم و رسم عوضی دل دختر بیگناهی رو دزدیدی، حالا با بیشرمی به شیرین کاریات افتخار میکنی که پاداش بگیری. بیا اینم پاداشی تو دوز. این مزاحمه بذارش بیرون. برو گم شو دیگه. برو گورتو گم کن، زندگی ما رو هر چقدر به هم زدی بس کن. چشم رو چشم، لازم به گفتن نبود، خودم میرفتم، یعنی نمیتونستم نرم. واسه این که اگه ما رو تا روز قیومتم تو یه دیگ با هم میجوشوندن، بازم از هم سوا میشدیم، چون تو وجودتون یه جو معرفت محض نمونه نیست، یه دم دوستی پیدا نمیشه، فقط پول و ثروت و شهرت، همین ستا. شما که اینطور جوش میدا میگین به خاطر بچه هاتون نیست، برکه واسه معامله یکی نکنه به هم بخوره، فهمیدی؟ و شما آقای صمد خان که تا دیشب با هم رفیق بودیم و گیلاس به گیلاس میزنیم، بفرمایید این 5000 تومن پسرتون دست نخورده. خب آقای مجید خان، شما که منو رفیق قدیمی خودتون میدونستین، میخواستین من پلی بسازین و عروش رد شین. حالا هم که خرتون پل گذشت، واسه تون غریبه شدیم. بفرمایید اینم چمدونه لباساتون. و اما شما خوشگل خوشگلا که تو 3 جلدم 3-4 تا اسم و لقب اضافه کردی. من نه پستم نه رزلم نه دوزم، خویتم میبینی که اینجا دارم دست خالی میرم بیرون، فقط با اجازتون یه چیزی رو اینجا با خودم میبرم، اگه دلخور نشی عشق و محبت تو رو، اونم تازه تقصیر خودته، واسه اینکه من عاشق صفای یه کلفت آسمون جل شده بودم، نه عاشق یه دختر خانوم اسم و رسم داره پول دار. بله خانوم. خب حالا هیچ کدومتون ضرر نکردین، وقتی پا ما اینجا گوشتن بیرون همه کارا رو به راه میشه. زد زیاد قربونم اتون.
نه. حبیب من امانم تو در سینه دارم، گرچه اکنون زار و تیر روزم، قلب روشن چون آینه دارم. آرزو دارم که روزی رام من گردی نگارم، من کنارت باشم و باشی تو یارم. آرزو دارم که ویرام من گردی نگارا، من کنارت باشم و باشی تو یارم. گل تو هفت آسمون یه دونه، فقط یه دونه ستارم نداری، اما هیچ وقت نمیخوایم شرفمون لکه دار بشه. ببین نوکرتم، اصلا میدونی ما به طور شوباها نمیخوریم، بذاریم بریم دنبال زندگی. صبر کن زبرتی، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. دو تو بپرس، چی میخوای بگو ببینم. مگه تو پری رو دوست نداری ها؟ چرا داشت، دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم. خیلی خوب، اونم که تو رو دوست داره. یعنی چی؟ میخوای چیکار کنی؟ آها، تو امشب نه تنها برای من بلکه برای هممون شب بزرگ و فراموش نشدنی. گیلاسامونو میخوریم به سلامتی خانواده بزرگ و خوشبخت خودم. به سلامتی. خب همینطور خشک و خالی که نمیشه، بلند یه قری مری بدی ببینم میتونی دل ما پیر پاتیلا رو گرم کنی یا نه. مجید تو بلند شو بروی کاسه ای سرم بابا فرمید. بفرمی چی شو؟ هیچی بابا، زبونم رو گاز گرفتم. چه خوب میرقصی دختر. لطف دارید آقا. ببخشید آقای زبل، چرا ایستادی؟ قربان چی میل داری؟ عرق. چه قربان؟ ودکا بیار پسر. چش قربان. ببین اینو بهش میگن رقص شیکم. شما رقص به این قشنگی رو از کجا یاد گرفتین؟ از فرنگستون گرفته تا هنولو، برگردی ژاپن و برو تو چین. دیگه کجا؟ هر جا که دلت میخواد، هیچی رو دست آجت نیست. ببینم چرا خوشت زده دختر. نفر چی؟ این اومد اینجا چیکار؟ منو نبودی که این طرف ها پیدا. بپا کنا بینه بفرما لبی تر کن آقا مجید خان. گوش کن زمل، اگه گیره که وقت کلت باشه فوراً از اینجا دیت میشه. آره برمونه خوشم اومد زمل بازی در نایر گفتم باره بیرون. دو تا کلمه باش حرف دارم فقط، نه ترس نمیخورم. بیمارو
فقط چند کلمه باید حرف بزنم. خیلی باز ببخشید خانم، آقای داولی رو کش. باید حرف بزنم، باز بهت بگم که رومان بد بود بودن. من آدم بدی نیستم. بلم کن نوچه ملاحظه می فهمیده های انسان دوست درست این جوونی های خود من بود کچر. من از تو متنفرم، از تو بدم میاد، تو آدم دروغو پشت من دوزی هستی. باور کن نیستم تو نمیری. بلم بزه با حرف بزنم، من تو رو دوست دارم، تو احمق دوست دارم، دوست دارم. خدا شهرین تو پس به پس بدم میاد، دیگم دروغای تو رو باور نمی کنم. برم بابا جید بری کلاش یارم بزنش. چرا حرف نمیزنی؟ حرف من باور. پس بذار اقلا نظر تشکر بکنم. برای چی تشکر کنی؟ برای چه خ... بجرش برای که خفه شد دیگه. برای مبادی باری کلا بزن بیرونش کن. باری کلا مجی ست برای به تو چهارتم باری کلا مجی با من بودیم با اجازه سلامتی بی تربیه تو هست باشتم با جفتش خفش کن جونشو بگیر. نه دیگه رو تو کم پایین کور بردی باشد علی بود باشد بخوشد بردوش لکشو بازد کردونم بله بسه توپ بیزنم از زیر احمد احمد دیمه نو کرده من رزر کنی گیج بره بد بسه کچه بسرم گیج بینه احمدی وای حالا جاورم آی زاولی بگیرش الان میخوری زمین ها. نه بس بلاشه برانم با هم نخوری نو کرده زمین جو برو زحمت خان من از این وضعیت هیچ خوشم نمیاد. بدرک که خوشت میاد میگی چیکار کنم واسه برخصم گارسو مشروع بزن لهش کار تکو نخور حاضر خراب شد خوشی یه رفتی که میگیری برو مثلا حالا چه آمد این هم یکی دیگه یاد خواستر باش بی حرکت این آنیش یه بلنش مجی جون چطوری؟ وای بلش من این چه حرکتیه؟ آقای زاولی این چه حرکتیه؟ بیا این هم فندک خاک بر اون فرق کچلت کنم ملاحظه فرقود آقای انسان دوست این کچل هیچیش به من نرفت جفتشون میبوتن نامزده عزیزتون دیگه حوصله مش زدن شو بی تربیت خب خیلی خوب گم شو ولی با تمام این حرفا وقتی عصبانی میشی بازم خوشگلی خوشگل تموم خوشگلایی بگی پاپا اجازه میدی برم سوسکش کنم؟ به تمر بی بوته خیکی همش نشسته و قصه میخوره. خب اگه دوستش داری برو پیداش کن و باش. حاضر شدی؟ الان حاضر میشی. زود باشی. چشم. اما دیگه نمیتونم ببینمش و نمیدونم کجاست. دیشبم بهش خیلی بد کردم. ولی من میدونم کجاست. فقط اگه پری لجبازی رو بذاره کنار من. پری؟ پری از خدا دلش میخواد. دیشب تا صبح برای زبل خوابش نبرده. خیلی هم براش ناراحت. فقط تو اگه میتونی بقیه‌اش من درست میکنم. خیالت راحت راحت باشه. به حساب من از یه فروشگاه بزرگ لباسای عروسی رو می‌خرید خانم بعدم سلقه نامزدی جواهر بله. بشو خیلی قشنگ باشه دستی من بیا بیا نشین آه چه گرفتاری شدی یالا بچه ما را که به عروسی ما سوزنه میخواد برو حرفتو بهش بزن دیگه نه آخه نداره برو بفرمایید چه لباسه شیکه نه بفرمایید خوشگله اینجا این چطوره پری جو پری دیوانه تروب چنا آی پلیس دخترمو بردن آی پلیس خب اومدی چی بگی ها؟ مثل راهزنا رفتار میکنی میندازی تو ماشین و میری ها؟ اولندش تو خودت سوار شدی
دومندش خاطرخواهی آدمو با هر کاری وادار میکنه. اما با عزتو میخوام نیجر دارم. برای چی؟ برای اینکه مرخص بشی، چون خیلی کار دارم. میتونین آقا، اما اگه نیجر دارین فریاد میزنم و جیغ میکشم که این راننده میخواست منو ببره. نه بابا. آره جونم، پنی گردشتم، اینم یه ترمز. کمک که اینطور ها؟ آی هوار، کمک کنین مردم، آی جیغ، جیغ. خیلی خب با جیغ نزد، کلی بازی در آورده. دختره مثل این که دردشه. آره نخه، اگه دوستم داشتی گولم نمیزد. لا اله الا الله، آخه نوکرتم. من قبل از اینکه بفهمم کسا کارت کیان دوست داشتم. وقتی هم که شناختمت کی هستی ترسیدم خودم رو بهت. خیلی خوب، حالا که همدیگر رو خوب شناختیم حاضری با هم فرار کنیم؟ بله 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 بله، من خودم دیدم آقا، دخترم رو برداشت و فرار کرد این پسرهای بی تربیت. بله 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 آقا، بله بله. دیوونه شما همش تقصیر شماست. با یه تاکسی آقا. رنگش؟ توسی. توسی. شمارش هم نمیدونم، اما اسم رانندش احمده. احمد زبه. احمد زبه. این اسم هم واسه ما درد سری شده. من که از اینجا تکون نمیخورم. آخه خوشگل جونم، غیر از من بدبخت دو نفر دیگه هم عاشق تو هن. اونم پدر مادرتن که به گردن تو حق دارن. گفتم از اینجا تکون نمیخورم، حرفم بزنی کار دستت میدم، فهمیدی؟ بیاد بشین گردن. چی بگم آقا، مگه من اون موقع حواس داشتم؟ شماها نمیدونید علت فرارش چی بوده؟ ها؟ من چه میدونم آقا، از من سوال میکنی؟ یه از تو سوال کرد آقا، فسخلی. بله قول بله، جب، بفرمید. خواهش میکنم، خواهش میکنم پیداشون کنید، حتما باید دستگیرشون کنید. آقای صمد خان، همه این ناراحتی ها زیر سر پسرهای ناخلف شماست. آخه من جوش نزن، جوش نزن، شیرت خوش میگه، بین فرمید. آره نو کارتان. چرا فرار کنین؟ تو میری خونه، قضیه‌رم به پدر و مادرت میگی. اگر راضی شدن که خیلی خوشگل میشه، اگرم راضی نشدن بازم میتونیم به این محضر و کارو تموم کنیم. چطوره؟ ده بگوزه. خیلی خوب، با بردم بریم. باشو. ای وای مامان جون، تا اونجایی که ما تحقیق کردیم دوست نبوده، پرونده ایم در آگاهی نداره. بسیار خوب، بسیار خوب. تمام نقاط مشکوک رو سرکشی کنید، کافه ها و سهم خونه ها رو معمول بگذارید. ما هم از سایریه. خدافز جنم. خب خانم با اجازه ترکار مرمت دید. خدافز، خدافز. خب من رفتم. دست علی به هم رو چه میایی دنبالم؟ میرم دخل رو تحویل میدم و فوری میام دنبالت. خیال تخته باشی. آخه هی که تو چطور نتونستی جلوی ماشین بگیری؟ آخه ماشین وایساده بود. آخه ماشین حرکت کرد. خفه شو. آخه 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 هنگ و آخه همه این کلک ها زیره سر. هیچ نرحت نباشیم پاپا جون، منو سوار ماشین کرد و گفت عاشقتم. بچه و عمل زبله یه عجل جاری هم های کردی زبله. همه روز همتون برسی آتی دعوت داری. خیلی آتیش تنده زبل، بهتره چند وقت عقب بندازی، چون هنوز وضعت روبرو نیست. با دختر دوستی و عروسی خوبه. دختر دوستی نه داشم، اشتباه میکنی. اشتباه خودت میکنی. برو تو اونجا، برو تو پاسپورت صحبت میکنی، برو تو ببینم. برو تو آقا ازدبل. برو آقا اراریو. آخر روز چسته ندی میخوام. برو جلو. نباید منو گول میزن. این حرفو نزن، ممکنه گرفتاری براش پیش اومده باشه. در این کنج قفس دل چه آذرها به جان دارم، شکایت ها شکایت ها
های مردمان دارم اما گناه نان کرده زندانی شده با دست سیادان ما از آن رو شکوه ها چه میخوری سمت خان؟ آها یواش یواش ای خدا جون برو بالا برو بالا لامو رو بطال بکن پای صندلی برو بالا با این خط تم داری شب؟ نمیدونم پدر هرچه زودتر بهتر بله این که تعجب نداره دخترای امروزه حرارت دارن شب و روز سرشون نمیشه مثل من و تو که بی بخار نیستم برو دخترم برو جونم بگی بخواب قول میدم فردا شب شوهردار میشه خیالت راحت بشه اون با من درست میکنم برو جونم همین امشب تصمیم گرفت که با مجید درستی کنه باباتم بهش قول داد خواهش میکنم یک کاری بکن راست میگی؟ آره حالا باید چی کار بکنی؟ نمیدونم خیلی بد شد اما سب کن تو گوشی رو بذار من خودم ترتیب کارو میدم خدایا چی شده پروانی؟ نمیدونم چی کار میخواد بکنه هلو توی سوسن من فرخ سلام کیه آقا صداتون ضعیفه نمیفهمم گوشی رو داشته باش
میگم گوشی رو داشته باش. منو شناختی؟ فرخ، برادر مجید. مجید، همونی که دوستش داری. فردا عروسی میکنه. مجید؟ مجید عروسی میکنه با کی؟ اخ میکشمش. خلاصه از ما گفتم بود اگه فردا با اولین هواپیما حرکت نکنی مجیدو از دست دادی. همین. اختیار داری. زنده باشی آقا فرخ. میا یک عروسی هم بهش نشون میدم که صد تا عروسی از بغلش بزنه بیرون. بنده باعث کمال افتخار است که در یک شب خطبه عقد سه دلداده و سه نو عروس را بخوانم. واقعا جای بسی خوشحالی. نمیدونم چرا دیر کرد. الان مراسم شروع میشه. دوشیزه خانم، پری انسان دوست و آقای مجید سرشناس، خواهش میکنم بفرمایید پیش بنده. بفرمایید. خواهش میکنم. اگه یه خورده دیرتر بیاد جندش در میاد. دوشیز خانم، انسان دوست، آیا حاضرید خطبه عقد شما و آقای سرشناس را بخوانم؟ بله؟ حاضرید خطبه عقد شما و آقای سرشناس را بخوانم؟ بله؟ نه آخر نایم. نگاه کن جونمی اومد. ای بخوشتی شام. دوشیزه خانم، انسان دوست، حاضرید که خطبه عقد شما و آقای مجید سرشناس را بخوانم؟ بله؟ بله را بگو. کشتی منو. لابد عروس خانم زیر لفظی میخوان. زبانتو گاز بگیر. وای نفس کش. دوشیزه عروس خانم، اجازه میفرمایید؟ اجازه دارم. بله؟ نخه وای خودشون این کجا بوده؟ برای کنار بینم. وای 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 خدا آبرمون از سمت خانین چه رسوایی بارا برده. برای کنار بینم. وای ببینم همین که سر منو دور دیدی حبت رو سن گرفتن کردی. آره در فایستا کرد بیم برده خدا غلط کردی گرد کنه بد بد نمید. وای 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 پدر تو در میارم نالوسی ناجر. وایسته ببینم قول دوسته بخشو. بیا بیرون بینم این باسته میخته بیرای پای خروش تو چرا فرار میکنی؟ وایسته بینم. آره تو کمره بره نشناسی اینجوری بذار تو سر کچله همش دستیر بابامه. تو خود دستیر بابامه. بله دستیر بابامه. کارا به گردن پدرم. منو گفتی پسر یلدنگ فسخلی. بله قربان. کدوم احمقی تو رو صدا کرد؟ شما قربان گم شو. چه اینطور ها؟ امیدوارم منو ببخشین پاپا، اما شما دارین اشتباه میکنین. یالا بگو سیغره بخونن. من مجید دوست دارم. مجیدم منو. پاپا هر کی هر کی دوست داره زن و شوهرش کنی. قربون دهنه. پس تکلیف پری چی میشه؟ من چه میدونم؟ دهنه. پس تکلیف پری چی میشه؟ من چه میدونم آقا؟ تکلیف حالا اینا معلوم میکنن. خب حالا باید چیکار کرد؟ چی عاشق معشوقا رو به هم بزگه؟ آقای صحفه شو. خب قبول پاپا؟ قبول کنیم پدر. زود باشیم پدر قبول کنیم. قبول کنیم بابا. پاپا صحفه شو تو دیگه. پاپا پاپا پاپا. آقا این چه طرز حرف زدنه؟ آخه تو کی بخوای خفه بشی؟ فسقلی. بله قربان. جا
اجازه بدی من با پروانه عروسی کنم. منم با پریا عروسی میکنم بابا. منم با مجید عروسی میکنم سمت خان. اون که بله سمت خان این بدقولی یعنی چی؟ پس تکلیف پری چی میشه بابا؟ حاضر میشی که دخترتو به زبل بدی یا همه کارا رو به هم بزن؟ احمد زبل. بله حاضری؟ یالا تس قبول کن عزیزم، آخه هرچی باشه اونا هم همدیگه رو دوست دارن. زود باش تصمیم بگیر. چی بگم؟ بله صمد خان قبول داری. پس پسره رو از زندان بیرون بیار. پس میدونیم شروع کنیم. بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا بردی تو عزیزم. من گوشتم و بخدا دیدی بلا پرم 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 کردم گرفتم از زودم. بار با خوشگل فلا تو این خونه بدون اجازه من سوز جا دیر دیر نبید بارای 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 بارای